جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، به نظر میاد که طرفهای ایرانی دارن سعی میکنن این موضوع رو کم و بیش کوچک جلوه بدن، اما اون گزارش هایی که به خصوص رسانه های اسرائیلی دارن به بیرون منتشر میکنن، تصویر یک عملیات بسیار بزرگ رو به ما داره ارائه میده، اینطور نیست؟ بله، کاملا درسته. البته قابل انتظار هست که ایران سعی کنه این موضوع تکذیب کنه و به فراموشی بسپره، چون اگر اعتراف بکنه که نیروهای ایرانی در این عملیات صدمه دیدن یا به اسارت گرفته شدن، لازم هستش از طرف افکار عمومی طرفدار خودش که تحت فشار قرار میگیره که عملیات تلافی جویانه دیگری انجام بده علاوه بر عملیاتی که هنوز انجام نشده. بنابراین من فکر میکنم سعی خواهند کرد که این موضوع رو مسکوت نگه دارن. ولی بله، عملیات بسیار گسترده‌ای بوده. یک نیروی کماندایی ویژه ارتش اسرائیل، یکی از نخبه ترین نیروهای ویژه ارتش اسرائیل، سایرت متکال، که از روی SAS بریتانیا مدل برداری شده، در این عملیات شرکت داشته و با هلیکوپتر پیاده شدن، وارد این تأسیسات شدن و تمام امکانات اون رو در داخل از بین بردن. بعد از اینکه اسناد خیلی مهمی رو از این مرکز خارج کردن و همینطور بین 2 تا 4 ایرانی رو که در این تأسیسات نقش داشتن حتما به خودشون بردن و حتما ازشون بازجویی خواهند کرد، و به خاطر اینکه جلوی ورود نیروهای سوری رو بگیرن به این منطقه، عملیات هوایی بسیار فشرده انجام شد، بمباران سنگین انجام شد و تمام سیستم های پدافند هوایی، رادارهای دوربرد و همینطور نیروگاه های منطقه رو و منطقه نزدیک به اونو از بین بردن تا نه پوشش هوایی بتونه و راداری و پدافند هوایی سوریه بتونه داشته باشه و نه اونجا اصولا برقی بتونن داشته باشن و همینطور هم نیروی کمکی نتونه سوریه بفرستن. بسیار عملیات حساب شده بوده که البته ظاهرا 5 سالی روی این موضوع کار میکردن، به خاطر اینکه این تأسیساتی بوده که در 5 سال گذشته از سال 2018 به این بر نمیشه اون قسمتی که 8 سپتامبر نابود شده در ساخت موشک‌های هدایت شونده دقیق ایرانی نقش داشته و خب طبیعی هم است به خاطر اینکه ایران دیده موفق نیست در ارسال موشک‌ها و تجهیزات پیشرفته به حزب الله از ایران، پس چه بهتر که این کار نزدیک خاک لبنان انجام بده در سوریه با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی، به اصطلاح تحقیقات علمی سوریه. آقای رجبی، همین الان هم هنوز سایه ترور هنیه بر سر جمهوری اسلامی هست، رسوایی اون سر جاش باقی مونده بدون که ایران واکنشی نشون بده. این یکی رو هم حالا کم و بیش دارن کم اهمیت جلوه میدن، ولی بالاخره مشخصه که اسرائیل تصمیم داره اقدامات اینچنینی رو ادامه بده. تا کی تهران میتونه بگه که ایشالله که گربه است؟ درود ابریکران. آقای فرداد، بذار چند تا جزئیات در مورد این عملیات بگم، چیزی رو که اونها گویا اسرائیلی ها عملیات لایه عمیق نام گذاشتن. همون شب توی اخبار من دیدم و همین الان مشخصه که گزارش هایی در رسانه های عربی آمد که بعضی از مردم صدای هلیکوپتر رو در طرطوس شنیدن، ولی انقدر موضوع بعید بود خیلی ها باور نکردن. 2 روز قبل از این اتفاق اسرائیل حمله میکنه به جبل اربعین، یه منطقه در سوریه که اونجا رادارهای OSS و رادارهای GLA که اون رادارها بیشتر کوتاه برد رو میگیره. اون شب اتفاقی که میفته، خب این رو دقت داشته باشید، جمهوری اسلامی الان حرف اینه که حالا 2 تا رو گرفتن یا نگرفتن، دولت سوریه بیانیه نداده که این رو رد بکنه چون اونا میدونن این اتفاق قبلا افتاده. فکر نکنید این بار اول، قبلا اسرائیل یه بار وارد منطقه المزه شده، توی اونجا فیلم گرفتن، فیلمش پخش شد و بعد اسناد رو بردن. اما این عملیاتی مقدار پیچیدگی بیشتری داشته، حتی لشکر 25 سوریه به ریاست عبدالله میخواسته وارد بشه، مسیر امداد اون مورد حمله قرار میگیره، جایی بوده که گویا زیرزمینی بوده و موشک‌ها شاید خیلی نمیتونسته روی اونجا کار بکنه، افرادی وارد میشن اونجا رو نابود میکنن. این عملیات ترکیبی یعنی یک پکیجی از عملیات بوده، واقعا فکر میکنم یک ضربه در میدانی خیلی سنگین‌تر از موضوع هنیه است. ببینید، یک چیزهای معادله رو در میدان تغییر میده. وقتی که میاد
شما دقت داشته باشید، چرا خیلی ها فکر کنن خب این سوریه است از اسرائیل وارد میشه. نه، وارد شدن به مسایف خیلی سخته، یعنی باید حداقل احتمالا هم شکلی بوده وارد مثلا مرز، رفته نزدیک مرز ترکیه شده، از ادلب وارد شده. این عملیات در این سطح داره نشون میده که اسرائیل داره واقعا پیغامهایی رو به جمهوری اسلامی میده که فقط این نیست که مثلا یک فردی رو یک جایی بزنن مثل هنیه، اتفاقاتی میتونه رقم بخوره که صحنه میدان رو تغییر بده. از سوی دیگه جمهوری اسلامی واقعا وزنش همینه، یعنی جمهوری اسلامی وزن نه فقط موضوع نظامی، موضوع منطقه، همپیمانا، خود روسیه تو اونجا همپیمانش حساب نمیشه در داخل سوریه، وزنی نداره که بخواد واقعا وارد درگیری بشه. از اون ور جمهوری اسلامی رو در رفت به یک سمتی که به واسطه گروه‌های شبه نظامیش عملیات‌های انفجاری رو شروع بکنه. من فکر می‌کنم این ربطی داره به اون عملیاتی که اومدن در مرز اردن انجام دادن و اونها خواستن مثلا به واسطه حماس و اینها بمب‌گذاری‌هایی رو در تل‌آویو یا جاهای دیگه انجام بدن. بعضی‌ها شاید به نتیجه رسید، اما فکر می‌کنم اون کاری که در مرز اردن انجام دادن و احتمالاً ربط به جمهوری اسلامی داشته، اسرائیل می‌خواهد بگوید که آماده است که اگر اونها بخواهند انجام بدن پاسخی بسیار محکمتر رو بده. آقای ندیمی، آقای رجایی میگه که وزن جمهوری اسلامی، توان جمهوری اسلامی اصلا همین قدری است که میبینیم، اما چون یک بار در فروردین نشون دادن که حاضر هستند دست به اقدام متقابل بزنن، کلی موشک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کردن، خب انتظارها رو دست کم در داخل بالا بردن. حالا چقدر میتونن دوباره این قول رو برگردونن به داخل چراغ؟ خب بله، با عملیات 13 سپتامبر و صحبتهایی که بعدش کردن، ادعایی که بعدش کردن که معادلات تغییر پیدا کرده و الان یک شرایط جدیدی در منطقه به وجود اومده، طبیعتاً این انتظار رو به وجود آوردن که هر گونه عملیاتی که علیه، همونطور که خودشون گفتن، علیه منافع و افراد حکومت اسلامی در منطقه انجام بگیره با پاسخ این چنینی مواجه خواهد شد. ولی خب دیدن که طبیعتاً این کار چندان ممکنی نیست، به خاطر اینکه درسته در اون مورد اسرائیل سعی کرد که با پاسخی بسیار محدود ریسک تشدید اوضاع رو به جان نخره، ولی به هر حال این احتمال هر دفعه اگر ایران بخواد این کارو بکنه، اگر فرض بر این بذاریم که موفق هم باشه، طبیعتاً اسرائیل ممکنه که پاسخی غیر قابل پیش بینی انجام بده و اسرائیل همطور که پیشتر عرض کردم یک قدرت هسته‌ای هستش و ایران، من فکر می‌کنم همیشه این موضوع رو در نظر داره که اگر می‌خواد اقدام نظامی علیه مستقیم علیه اسرائیل انجام بده، باید این نکته رو در نظر بگیره و شاید عمل غافلگیری 100% اگر هم عرض بگیریم که ممکن باشه، منطقی نباشه، به خاطر اینکه پاسخ اسرائیل غیر قابل پیش بینی هستش. در این مورد هم یکی از دلایلی که ایران شاید فعلا نتونه اقدام مشابه 13 آوریل انجام بده، به خاطر مسائل فنی بوده که در این تجربه متوجه شده و غیر قابل اطمینان بودن موشک های ایران از نظر فنی، که گفته میشه این تست های اخیری هم که انجام میده برای اینه که تغییراتی رو در سیستم موشکیش انجام بده. اگه یادتون باشه مدتی پیش گزارش های بود که تعداد زیادی از موشک های ایران به دلیل استفاده از قطعات آلوده و خراب که عملیات ویژه و مخفیانه اسرائیل باعثش بوده، دچار نقص‌های فنی جدی هستند و قابلیت فنی ندارن. و الان تقریبا شاید سپاه در وضعیتی باشه که ندونه کدوم از یکی از موشک‌هاشون میتونن با ایمنی کامل پرواز بکنن، به هدفشون برسن، و کدومشون قابلیت فنی ندارن و باید یک در واقع اوورهال کامل و بازآمدی کامل برای تمام موجودی موشک‌های خودش انجام بده و این ممکن مدت‌ها طول بکشه و تا اون زمان نتونه یک اقدام نظامی مشابه 13 آوریل علیه اسرائیل انجام بده. آقایان فرزین ندیمی و جابر رجبی، ممنونم از هر دوی شما. ممنون.